با درود فراوان خدمت بینندگان شبکه جهانی اندیشه و مهمانان گرامی. طاهره آشنا هستم، افتخار این رو دارم که از این پس در کنار آقایان بهرام بهرامیان از آمریکا و بهرام آبار از آلمان شما عزیزان را در برنامه آوای ملت همراهی کنم. تلاش کردیم در این گفتگوی نیم ساعته با طرح چند پرسش و به چالش کشیدن موضوع این برنامه بتوانیم از جوابهای دوستان به عنوان راهکاری در راستای تحقق هدف همه ما سرنگونی جمهوری اسلامی گامی دیگر را برداریم. موضوع منتخب امشب با در نظر گرفتن اهمیت و شرایط بی‌ثبات جامعه کنونی در کشور عزیزمان ایران به مراحل به وجود آوردن یک نیروی همگام و مؤثر در مقابله با رژیم آخوندی اختصاص داده شده است. حکومت مستبد و تبهکار با عنوان اسلامی نزدیک به 4 دهه غارت و چپاول ایران را ویران و ایرانیان را در فقر و فساد و بدنامی فرو برده است. اکنون وضعیت آشفته و بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در اون مرز رژیم اشغالگر ایران را آماده براندازی کرده است. سوالی که در این خصوص همیشه نظر همه را به خود جلب می کند این است که وظیفه اپوزیسیون برای سرعت دادن به براندازی و به وجود آوردن یک نیروی همگام و مؤثر در مقابله با رژیم آخوندی چیست؟ در اینجا دعوت می کنم از کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهرام آبار که نظر خودشون رو در این باره بفرمایید. شما خانم آشنای گرامی، همچنین درود من به بینندگان عزیز برنامه آوای ملت ایران که در تلویزیون اندیشه به صورت جهانی پخش میشه. عرض کنم خدمتتون که به باور من حکومت عمامه‌داران فاسد و سرداران دزد و قاچاقچی در ایران که با استفاده از چماق خدا، اسلام، ضد انقلاب، منقدین و معترضین جوانان و زنان رو سرکوب میکنن آخرین روزها رو طی میکنن. یک اقلیت ایران ستیز که این همه سال مرتکب جنایت بسیار شده، تبهکاری کرده، غارت کرده، منابع و منافع ملی ما رو به یغما برده، اکنون تا دندونهاشون رو دهن، این جناهایی که در اینجا وجود داره دندوناشون رو برای دریدن همدیگر تیز کردن و به جان همدیگر افتاد. حالا موقعیت برای تغییر نظام کاملا مناسبه. نیروی عظیم مخالفین جمهوری اسلامی اشغالگر ایران مسئولیت میهنی داره و لازم فروتنانه و بردبار با کمی فداکاری و از خودگذشتگی به یک نیروی منسجم تبدیل بشه و انجمنی برای انتخاب جایگزینه و آلترناتیوی نیرومند تشکیل بده که به یاری نیروهای درون‌مرز بشتابند و بعد از برکناری کلیت و موجودیت جمهوری اسلامی اشغالگر ایران یک حکومت مردمی پارلمانی در ایران برپا کنند. چند زمانی است که افرادی به گروه‌های تفرقه کار اضافه شدند و علنا نادرستی جدایی دین و مذهب و از حکومت و سیاست رو در یک حکومت مردمی برای ایران ایرانیان با دروغ بافی تبلیغ میکنن. اما از اقتدارگرایی، سپاه هخامنشی و ایران شهری سخن میگن، از شایسته سالاری، میهن سالاری، ایرانگرایی، زرتشتگرایی لاف میزنن. شایسته سالاری بسیار نیکوست، اما هنگامی که در کنار حاکمیت مردمی یعنی دموکراسی متبلور بشه، افراد شایسته از طرف مردم برای انتخاب در حقیقت افرادی که کشور اداره خواهند کرد خودشون مدعو بیان. اکثر کشورهای پیشرفته مرفع جهان از دموکراسی بهره مندند، به جدایی دین و مذهب از حکومت و سیاست پایبندند. من نمیدونم میهن سالاری یعنی چه، ایرانگرایی یعنی چه، ایران شهری کدامه؟ مگه ما ایرانگرا نیستیم؟ برای آزادی ایران تلاش نمیکنیم؟ زرتشتگرایی، اقتدارگرایی، سپاه هخامنشی یعنی چه؟ ما سکولار دموکرات همه ادیان رو محترم میشماریم، دین زرتشت هم همینطور. منظور از اختراع‌گرایی چیه؟ اگر اختراع‌گرایی مردم بر مردمه یعنی مردم سالاری، حرفی نیست. بنابراین من معتقد هستم که اکنون باید
جلوی این افرادی که به این صورت بین مبارزین تفرقه میاندازند رو گرفت و به ملت ایران گفت که ما طرفدار شما هستیم و ما یک حکومت مردمی میخواییم. مردم باید برند و انتخاب کنند کسایی رو که میخوان که اونها برای اونها کار کنند، خدمتگذاری کنند. سپاسگزارم. من تمام. بله، من هم سپاسگزارم از توضیحات قاطع و جامع شما مهمان گرامی. از جناب دکتر بهرامیان خواهش میکنم نظر کارشناسی خود را در این خصوص بفرمایید که چرا یک نیروی همگام شده و قوی که بتواند در برابر رژیم آخوندی منافع ملت ایران را مطرح نماید و بتوان به آن یک نهاد اپوزیسیون خطاب کرد تا کنون به وجود نیامده است؟ جناب دکتر آبار و تمام کارکنان اندیشه و ملت عزیز ایران، ببینید، مسئله فروپاشی رژیم که جناب دکتر آبار بهش اشاره فرمودن، این حتمیه. حالا امروز نباشه فردا، فردا نباشه پس فردا، این رژیم به حدی رسیده مثلا از لحاظ فساد، اختلاس و سرکوب اجتماع و خودش هم از لحاظ اقتصادی در مونده. مسئله اینه که در فروپاشی، فردای فروپاشی این رژیم، شما یک نیروی جایگزین ندارین برای این رژیم. علت تداوم این رژیم هم تا به حال این بوده که در واقع یک اپوزیشن منسجم همگامی وجود نداشته و هنوز هم نداره که بتونه در مقابل این رژیم قد علم بکنه و یا جایگزینش بشه. و مردم از این اصطلاح مسئله بیزارن، نمیتونن متحد بشن. خود مردم میگن برفرض این رژیم بره، کی میاد جاش و چه برنامه‌ای داره؟ شما در انتخابات روحانی چند ماه قبل دیدید مردم از ناچاری رفتن به روحانی رای دادن، چون یک آلترناتیو قوی یا یک اپوزیشن قوی که بتونه جایگزین باشه برای این رژیم وجود نداشت و نداره هنوز. البته ما مخالفینی فراوانی داریم در خارج از کشور و در داخل، ولی تا زمانی که این مخالفین همگام نشن، متحد نباشن، همصدا نباشن که به صورت یک نیروی واحد عمل بکنه، ما به جایی نخواهیم رسید. یعنی ما اپوزیشنی به وجود نخواهیم بود. حالا چرا این به وجود نیامده تا به حال؟ شما برگردید به عقب. نیروهایی که ما داشتیم در ایران، ببینید ارتشمون وقتی هایزر میاد به ایران، بدون اطلاع پادشاه مملکت، بدون اطلاع دولت کشور، میره یه سری افسرهای خودفروخته رو جمع میکنه و به صلاح ارتش رو تحویل خمینی میدن. از این قبیل روشنفکر نماها ما در اجتماعمون زیاد داریم که به خاطر گرفتن پست و یه مقامی در رژیم بعدی داشته باشن، میان همه کار میکنن، خودفروشی میکنن و و و بره. خب اینا باعث یأس و نومیدی در میان مردم میشه. ما اول باید این موزل رو حل کنیم. طبقه تحصیل کرده ما، طبقه روشن فکر ما، نمیبایستی به رژیم سواری بده، نباید به رژیم کمک بکنه، چون اگر اینها عقب بشینن و به رژیم کمک نکنن، رژیم 48 ساعت هم دوام نمیاره. اون موقع است که ملت میتونه با اطمینان خاطر به این نیرویی که داره به وجود میاد و داره متحد میشه بپیونده و یک به اصطلاح برخیزی یا خیزش عمومی انجام بشه. این مسئله ما. البته همش که جناب آقای فرمودن، یکی از حرفه ها و بسیاری از نحوه های سرکوب کردن مخالفین در خارج این تفرقه اندازیه. ما حالا کار ندارم رژیم اسم این گروه ها چی هست و غیره، ولی شما میبینید خواسته یا نخواسته اینها اغلبا به مسائلی تندر میدن، مثل جدایی طلبی، مثل اصلاح طلبی، مثل آلترناتیو سازی، و اینا هیچ کدومش حاضر نیستن حول یک محور مشترک بیان و همدیگه همکاری کنن. نیروهای مختلفی که هستن در خارج از کشور و میتونن با همدیگه متحد بشن یا همگام بشن، یک سری منشورهای مشترک یا حول یک محور مشترک، همگی همه اون اصول رو قبول دارن، مثل جدایی دین از سیاست، آزادی احزاب، نداشتن زندانی سیاسی و و و غیر، همه اینا رو قبول دارن. ولی وقتی که میان دور هم جمع میشن، میخوان با هم دیگه همگام بشن،
بهانه‌های مختلف در میاره. میگن بیان به ما بپیوندید. ببینید این مسئله. چندی قبل خود جناب دکتر آبار پیشنهاد کردن ما بیایم انجمن درست کنیم. مثل اسوسییشن. انجمن نه تئوری سیاسی داره نه فلسفه سیاسی رو میخواد عرضه کنه، بلکه میاد فصل مشترک تمام نیروها رو جمع میکنن، همگی با همدیگه همکاری داشته باشن که نیروها میتونن فلسفه خودشونو داشته باشن، همکاری مثلا ایده های خودشونو داشته باشن، تز خودشونو داشته باشن، ولی حول یک محور مشترک بیان با همدیگه همگام بشن. هنوز متاسفانه به اون حد نرسیدیم و تا زمانی که به اون حد نرسیم و درک نکنیم ایجاد وحدت عمومی در سطح وسیع لازمه کاره، اولین قدم کاره، ما به هیچ جا نخواهیم رسید و این رژیم به تداوم کش ادامه میده. مرزی ندارم. سپاسگزارم از شما که به نکات کلیدی اشاره کردید و واقعا نداشتن اتحاد بین احزاب و اپوزیسیون های داخل و خارج از کشور نقطه ضعف بزرگی برای ملت ایران محسوب می شود. جناب آقای دکتر آبار، در حالی که اپوزیسیون درون مرز چشم به راه و نگران پراکندگی اپوزیسیون خارج است، به نظر شما چه باید کرد؟ فراموش کردم که به جناب دکتر بهرامیان درود بگم. درود میگم خدمت ایشون، بازم درود مجدد خدمت شما بانو آشنا و همچنین بینندگان عزیز این برنامه. بزرگترین مانع وفاق و پیوند مبارزان و مخالفان رژیم اشغالگر ایران برای مبارزه با دشمنان ما، دشمنان حاکم بر کشورمون و مزدورانی که اقدام‌های مثبت نیروها رو، نیروهای در حقیقت مبارز رو بی اثر می‌کنن، خود بزرگبینی، خود محوری، خودخواهی و سوء زنهای واهی بیمهری هاست که بین اپوزیسیون بسیار بسیار تا به حال متداول بود. البته الان ما می‌بینیم که کم کم اینها خود اون شدتش رو از دست میده و خیلی ها به این نشستند که دیگه با این کارها نمیشه مبارزه کرد با یک هیولایی که در ایران همه کارش رو، همه چیزش رو گذاشته که جلوی اپوزیسیون رو در خارج ببنده. بنابراین بسیار لازمه که از خود بپرسیم چرا تکروی های شخصی یا گروهی از عهده کار دگرگونی و تغییر نظام، این نظام اسلامی اشغالگر ایران در این 4 دهه گذشته هر نیومده. چرا نتیجه کار ما، میدونید کار بسیار شده، نتایج بسیاری هم گرفته شده، اما نتیجه اصلی کار ما این است که حکومت این اشغالگر ایران رو برکنار کنیم، این حکومت اشغالگر رو براندازی بشه. بنابراین این رو باید پرسید، باید پرسید که آیا دلسوزانه واقعا به طور جدی ایثارگرانه کوشیدیم با پشتگار و جان و دل خواستار نجات ایرانیان، ایران ایرانیان هستیم و بودیم؟ آیا به نشست‌های بی ثمر برای تشکیل آلترناتیف‌هایی که هرگز به نتیجه‌ای نرسیدن باید ادامه بدیم؟ چون بودند نشست‌های بسیاری که گفتند خب ما آمدیم و نشستیم و خوردیم و نوشیدیم و گپ زدیم، حالا ما آلترناتیف شدیم. آلترناتیف که به این صورت انجام نمیشه، آلترناتیف یا اون جانشین نظام که به این سهولت و این سادگی نمیتونه انجام بشه. به هر صورت من معتقد هستم که همگامی همه نیروها، همکاری بی‌دریغ و به کار بستن خرد جمعی، فداکاری و از خودگذشتگی امکان داره که ما رو به یک جانشین برسونه، به یک آلترناتیف برسونه و از این فتنه خمینی ما رو خارج کنه. من به این جمهوری اسلامی میگم فتنه خمینی، یعنی واقعا خمینی که آمد و این فتنه رو برای ایرانی ها تدارک دید، از قبل تدارک دیده بود با اون کتابی که نوشته بود به نام ولایت فقیه، و این ولایت فقیه رو پیاده کرد در ایران و ایرانیان رو در حقیقت به صورت موالی و افرادی که تحت قیومت یک قرار گرفتن قرار داد. یعنی ما اگر دقت بکنیم میبینیم که ولی فقیه یعنی همه کاره یک ملت 80 میلیونی. هرچی که او میگه قانونه، هرچی که او میگه باید بشه. او حتی میتونه همه
افراد مملکت رو که بهشون عرض ملت میگن، میگن امت، امت رو میتونه از همه چیز ثابت کنه. بنابراین من متاسفم که ایرانیان بعد از این همه فرهنگ طولانیشون، بعد از 110 سال که برای آزادی و دموکراسی نهضت مشروطه رو به وجود آوردن، به دست ثمر رسوندن، امروز به اینجا رسیدن که در حقیقت شدن تحت قیومت یک فرد، یک ملای بی سواد، بی شعور، بی بصیرت. به هر صورت من فکر میکنم که ما برای برکناری حکومت، حکومتی که الان در حقیقت از داخل پوسیده و هنوز یه پوسته ای داره، یه پوسته ای روش مونده، با گردنکشی ها و با موشک پرانی ها و با حرف های نامناسب، اینها سعی میکنن که قدرت نشون بدن، دنیا رو با خودشون در حقیقت دشمن کردن، همسایه هاشون رو دشمن کردن. به نظر من در جمهوری اسلامی هیچ دوستی در دنیا نداره. ما اگر فکر دقت بکنیم ببینیم که قبل از اینکه خمینی بیاد، کشور ایران یک کشور آزاد، آباد، مرفه، مردمش در حقیقت اعتبار معتبر بودن، پاسپورتش معتبر بود، پولش معتبر بود، هر جایی که ایرانی ها می رفتن مورد استقبال قرار می گرفتن. اگر کشورهایی بودن که ویزا می خواستن از ایرانی ها، که خیلی به ندرت، تعداد کمی بودن، فورا ویزا رو صادر می کردن. الان شما ببینید که چند تا کشوری که ایرانی ها می تونن بون مسافرت کنن، چند تا کشوری که اصلا ویزا بهش می دن، چند تا کشوری که ویزا نمی دن. یعنی در حقیقت ایرانی ها رو یک مش ملا، یک مش آخوند نادان و بی سواد و بی شعور فقط و فقط جیباش رو پر کردن، چپاول کردن، ایران رو به نابودی بردن، مردم رو به فقر و فساد بردن، اینها حتی اعتبار و اسم ایرانی رو هم خراب کرد. بنابراین الان زمان این رسیده که اپوزیسیون کنار هم دیگه جمع بشه، محور ایجاد بکنه و این محور رو تبدیل کنه به یک انجمن، این انجمن یک آلترناتیو، یک جانشین رو انتخاب بکنه. جانشین نباید بیاد بگه من جانشینم، جانشین باید انتخاب بشه، مورد اعتماد اپوزیسیون در خارج و داخل باشه. و این آلترناتیو است، این جانشین است که میتونه صدای ملت ایران رو به خوبی به سازمان ملل، به پارلمان اروپا، به کشورهای قدرتمند مثل امریکا، اروپا برسونه، از اونها بخواد شما پولهایی رو که در این 40 سال لوکه کردید، پولای نفت ما رو، پولای ملت ایران رو بلوکه کردید، در اختیار ملت ایران، یعنی نمایندگان ملت ایران قرار بدید که بتونه این حکومت رو برکنار کنه، این حکومتی که در حقیقت در خاورمیانه خشونت میکنه، بحران ایجاد میکنه، اختشاش ایجاد میکنه، در دنیا تروریست میفرسته، تروریست هربید. خلیص برای ملت ایران، برای خاورمیانه و برای تمام دنیا، این باید برکنار بشه. برای برکناری ملت ایران آماده است، اپوزیسیون خارج ایران آماده است، ولی شما باید قدم جلو بذارید و حمایت کنید و این پولا رو آزاد کنید که بتونه با این حکومت رو ساقط کنه. به هر صورت من معتقد هستم که ما در راه رسیدن به این آلترناتیو هستیم، به این انجمن هستیم، که این انجمنی که از ایرانیان فرهیخته تشکیل شده بشه و آلترناتیو رو انتخاب کنه، حالا هر چند نفر میخوان باشن، 10 نفر، 20 نفر، 21 نفر، 25 نفر، افراد فرهیخته، افراد متخصص که بتونن مقابل جمهوری اسلامی بایستن و جمهوری اسلامی رو برکنار. سپاسگزارم، من تمام. با سپاس از شما که این گونه نظراتتون رو بی‌پروا بیان میکنید. جناب دکتر بهرامیان، آیا تصور میکنید از خارج بتوان یک نیروی مؤثر اپوزیسیون تشکیل داد که بتواند با رژیم ناخواسته اسلامی مقابله کند؟ بدم به شما. نیروی جانشین میون جوانهای ایران هست، در خود ایران هست، نه در خارج. شما از خارج نمیتونید انقلاب رو هدایت کنید، از خارج نمیتونید جانشین یا آلترناتیو برای ملت ایران به وجود بیارید. همه اونا هستن ولی متاسفانه زیر خاکسترن. نیروی برانداز در ایران وزیر خاکستره. حالا وظیفه نیروهای خارج از کشور یا مخالفین خارج از کشور اینه که صدای ملت ایران رو به جهانیان برسونه.
و از اون حرکت و تلاش اونها حمایت کنن. این تنها کاریست که ما میتونیم در خارج بکنیم. حالا اولین قدم ایجاد همگامی و همصدایی تمام نیروهاست و اینجا من میخوام مسئله رسانه ها رو مطرح کنم. نقش رسانه های عمومی، ایرونیا، تلویزیون ها، رادیوهایی که داریم و غیره در خارج از کشور بسیار بسیار حیاتی است. متاسفانه به علت اینکه بعضی هاشون در گرفتاری های مالی در گیر هستند و حالا ایدهشون ممکنه مغایر باشه با اون چیزی که ملت ایران میخواد، متاسفانه حمایت نمیکنن از این مسئله. لذا اگر این نیروها هم، اگر رسانه های عمومی خارج از کشور هم بتونن همگام بشن و از حرکت همگام شده ایرانی‌های خارج از کشور حمایت کنن، در واقع از ملت ایران حمایت کردن. به جای تفرقه اندازی میتونن کمک کنن در راه همگام کردن نیروها. لذا من میخوام به این مسئله خیلی مثلا پافشاری کنم. رسانه های عمومی ما در خارج هستن که باید این کار رو انجام بدن، ولی متاسفانه همونجور دکتر آبار فرمودن نقش این رژیم فاسد الان به خصوص این 3-4 سال اخیر تفرقه اندازی بوده، حتی در میان رسانه ها. این مسئله ما بدل سازی بوده. خب ما اولین قدمی که جلوی این مسئله رو باید بگیریم، رسواشون کنیم. رسوا کردن رسانه ها یا نفرات یا گروه هایی که به این مسئله دامن میزنن، به نفاق دامن میزنن، نمیذارن مخالفین متحد بشن، اینها رو با دستشون باز کرد، به ملت ایران معرفی کرد. مثل تلویزیون من و تو که شما ببینی برای مبتذل کردن جوان ها فقط به وجود اومده، پولش هم میدونی CIA داره میده، هزینه‌ش رو اونا میده. از این قبیل رادیو تلویزیون ها وجود داره، کشورهای خارجی دارن کمک میکنن. به این ترتیب نفاق میندازن میره ایرونی ها. تا زمانی که نفاق وجود داشته باشه ما هرگز به آزادی نخواهیم رسید. عرض دیگه ندارم. در ادامه و تکمیل پرسشی که مطرح شد استدعا دارم بفرمایید که مراحل به وجود آوردن چنین نیروی موثری چیست و از مردم داخل کشور چه انتظاری میتوان داشت؟ در درجه اول نیروهای خارج از کشور میبایست با هم همگام بشن، پول یک محور اصلی و پذیرفته شده همگام بشن، همصدا بشن. این قدم اول. در درجه دوم میتونن این همگامی رو بکشن به داخل ایران و از این مثلا جرقه هایی که زیر خاکستر هستن کمک بخوان اینها رو متشکل کنن. این نیروهای داخل ایران رو ما خودشون نمیتونن متشکل بشن، ما از خارج میتونیم کمکشون کنیم متشکل بشن، کمک کنیم به جوان ها، اینها هدایت کنن حرکت جدید ایران رو، انقلاب ایران رو و رسوا کردن دست اینها. البته این توجه داشته باشید زیربنای تمام این افکار و تفرقه اندازی ها آخوندیزمه. یعنی سپاه که شما میبینید برنامه ها رو پیاده میکنه، حالا یا قتل انجام میده یا در صورت میگیره میبنده و تفرقه میندازه و خرج میکنه در خارج از کشور، زیربناش آخوندیزمه. ما باید اینو برای مردم روشن کنیم. تا زمانی که آخوندیزم در ایران حکومت میکنه و از همینه، میباید آخوندها رو شناسایی کرد، اسم و فامیل و آدرسشون اینا رو به در دیوار زد و مردم اینها رو بشناسن که در روز موعود پس از فروپاشی اینها رو به محاکمه کشید. اینها بودن موجب سرکوبی ملت شدن، تاراج مملکت شدن. شناسایی این افراد و شناسایی روشنفکر نماهایی که با رژیم دارن همکاری میکنن، اینها رو اسمشون رو به در دیوار بچسبونن، مردم بدونن، آگاه باشن که بر فردای پیروزی ملت بتونیم اینها رو به محاکمه بکشیم. و این وظیفه رسانه های خارج از کشوره که بیان همگام بشن با نیروها و این کار رو انجام بدن. عرض دیگه ندارم. ریزش ملت ایران بر علیه رژیم فقاهتی اشغالگر ایران حتمی است، اما برای جلوگیری از هرج و مرج و اداره کشور اکنون چه باید کرد؟ با توجه به زمان اندکی که داریم، به عنوان آخرین پرسش در گفتگوی امشب میشنویم نظر کارشناسی جناب آقای دکتر آبار. عزیز، این زمان بسیار کوتاه است، بنابراین من سعی میکنم که چند تا جمله خدمتتون بگم که وقت ما زیاد طول نکشه.
به نظر من روش های بدون خشونت مثل مخالفت منفی، نافرمانی مدنی، اعتصاب ها و تظاهرات سراسری رژیم رو فقاهتی رو این رژیم اشغالگر ایران رو فلج میکنه و نتیجتا موجب برکناری حکومت خواهد شد. اینجاست که جانشین رژیم یعنی اون آلترناتیو باید کار رو به دست بگیره. ضمن برنامه ریزی باید ملت رو هوشمندانه رهبری بکنه که با قدرتی که از اون نیروهای از این نیروی مردم به وجود آمده، میدونی که نیروی مردم بالاترین نیرو هست. نیروی یک ملت همبسته، همبسته بالاترین نیرو هست، بزرگترین نیرو هست. این نیرو هرز نره، نیرو ناجور نره. بنابراین نیرو طوری باشه که اینو بتونن هدایت بکنن برای آزادی و حاکمیت مردمی و بر پایه اعلامی جهانی حقوق بشر، این در ایران پیاده بشه، این حاکمیت مردمی، مردم انتخابات انجام بدن، انتخاب کنن نماینده هاشون رو بفرستن به یک مجلس مؤسسان که این مجلس مؤسسان بتونه در مورد نوع رژیم، نوع حکومت و در مورد اینکه چه برنامه‌هایی باید اجرا بشه انجام بده. ضمناً این هست که این آلترناتیو باید اداره مملکت رو هم به خوبی درست بگیره، جلوی هر جمعش رو بگیره و به این صورت میشه این سیستم رو پیاده کرد بدون اینکه اتفاقات ناگواری بیفته و برای ایران هر جمعه جیجا بشه. سپاسگزارم از شما. صحبت زیاد هست در این مورد ولی متاسفم که زمان کوتاه. با سپاس فراوان از مهمانان گرامی برنامه و شما بیننده عزیز. ایام به کام، شب و روز نیکو.